19 سال بعد از وقایع کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378، جنبش دانشجوی ایران در کجای تحولات سیاسی کشور ایستاده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. ده سال قبل در چنین روزهای تهران ملتهب بود. دانشجویان در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام تجمعی برگزار کردند که شب همان روز با حمله گسترده نیروهای لباس شخصی و انتظامی کوی دانشگاه تخریب شد. شماری از دانشجویان زخمی، چند نفر کشته و ناپدید شدند. فراتر از همه اینها، حوادث کوی دانشگاه خطی کشید در فضای سیاسی ایران که هنوز بعد از سالها جایگاه سیاسی افراد با موضعی که در قبال آن تحولات داشتند تعریف می شود. گرچه در نهایت بسیاری از چهره های جناح‌های سیاسی مقابل هم برای یکسره کردن ماجرا کنار هم ایستادند. در سالگرد این اتفاقات همین امروز پروانه سلحشوری نماینده مجلس خبر داده که شمار دانشجویان بازداشتی بعد از اتفاقات دی ماه بیش از 150 نفر بوده که هنوز عده‌ای از آنها بازداشتند و برای بعضی احکام طولانی صادر شده. این در حالی است که برای بسیاری جنبش دانشجوی ایران در محاق به نظر می‌رسد. صدور احکام طولانی برای کسانی که احتمالاً در همان سال وقوع 18 تیر متولد شدند یا کودک بودند چه پیامی به فضای سیاسی کشور می‌دهد؟ در این برنامه می‌پرسیم چقدر جنبش دانشجوی ایران امروز پرفروغ است؟ وضعیت جنبش دانشجویی آیا آینه ای از وضعیت سیاسی در کل کشور است؟ در این برنامه از سه چهره فعال سیاسی دانشجویی در دهه‌های مختلف دعوت کردیم. علی افشاری، تحلیلگر و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت از واشنگتن با ماست. آقای افشاری در دهه 70 از فعالان و چهره‌های اصلی دفتر تحکیم وحدت بودند، بارها هم زندانی شدند. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر از فعالان دانشجویی دهه 80 بعد از 88 بازداشت شدند. ایشون هم از واشنگتن همراه ما هستند و حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب از تهران با ما هستند. آقای اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت بودند، 3 سال پیش بعد از 5 سال حبس از زندان آزاد شدند. خوش آمد میگم به هر سه مهمانان ما که کسانی هستند که به خاطر فعالیت دانشجویی هزینه هایی هم دادند. ممنونم که قبول کردید در این برنامه حاضر بشید. من میخوام اول از آقای اسدی زیدآبادی بپرسم، به عنوان کسی که الان در فضای سیاسی ایران فعال هستید، همین چند وقت پیش یک نامه را امضا کردید خطاب به آقای خاتمی در مورد ادامه اصلاح طلبی در ایران، آیا فکر میکنید جنبش دانشجویی در ایران الان زنده است اونطور که با این هشتگ معروف ازش یاد میشه؟ چقدر پویاست؟ با سلام خدمت شما و دوستان عزیزم که مهمان برنامه هستند. بله، من فکر میکنم که اجمالا ما میتونیم بگیم که جنبش دانشجویی زنده است. به هر حال همیشه بحث بوده که برخی فعالین سیاسی یا جامعه شناسان توی این سالها که اساسا آیا این حرکت دانشجویی که در دانشگاه ایران وجود داره تو دهه‌های مختلف، این اسمش رو جنبش میگوشه گذاشت یا نه. حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی دیدگاه من اینه که بله، ما جنبش دانشجویی داریم و اگر در مورد امروز صحبت بکنیم، باز من معتقدم که ما جنبش دانشجویی داریم، یعنی یک خواستهایی در دانشگاه داریم، یک مطالباتی داریم و ضمناً یک تشکل‌ها و یک همبستگی‌های بین دانشجویان هست که اینها در فضای سیاسی مؤثر، در فضای دانشگاه مؤثر و یک سری از مطالبات مردم رو نمایندگی می‌کنه. خانم سپهریفر، نظر شما چیه؟ من با آقای اسدی موافق هستم و اضافه می کنم که بخش اعظمی از فعالیت های دانشجویی در گذار از دهه 80 به دهه 90 و در واقع از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی معطوف به بازپسگیری نهادهای دانشگاهی بوده که در دوره دوم آقای احمدی نژاد به تعطیلی کشونده شده بودند و با توجه به هزینه های عظیمی که دانشجویان در گذار از واقعه 88 پرداخت کردند، بخش زیادی از فعالیت دانشجویان و فعالین دانشجویی معطوف بر بازسازی نهادهای شکننده‌ای بوده که تخریب شده بودند در اون دوره. برای همین من معتقدم که این فعالیت‌ها ادامه داره، اگر که
نمای بیرونیش لزوماً درخواست مطالبات و مطرح کردنش به صورت عمومی در جامعه نبوده باشه. آیا افشار شما خودتون جز کسانی بودین که در مطرح کردن این نهادها نقش عمده‌ای داشتید؟ در همون دهه 70 شما جز چهره‌های اصلی نهادهای دانشجویی فعال در عرصه سیاسی کشور بودین. شما ارزیابیتون چی هست؟ آیا فکر می‌کنید که الان اون چه که در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افته هیچ نسبتی با اون فعالیت آغازین جنبش دانشجویی در دهه 70 داره؟ چون می‌دونیم که در دوره آقای هاشمی خیلی فعالیت‌های دانشجویی کم رنگ‌تر شده بود. بله، منطقه من ابتدا توضیح بدم که خب جنبش دانشجو یک عمر حداقل 7 دهه‌ای داره در ادوار مختلف. شما به درستی گفتید که بعد از انقلاب فرهنگی در سال 1359 تا تقریبا اوایل دهه 70 شمسی خب جنبش دانشجویی وجود نداشت و اینجا این اهمیت داره که این جنبش چی هست. خب جنبش که وقتی به عنوان کلی گفته میشه خب اون جنبه اسمی داره، ولی جنبه خاص وقتی جنبش گفته میشه یعنی مجموعه فعالیت هایی که خارج از مجاری و نهادهای رسمی به دنبال نهادسازی جدید برای گذار به دموکراسی هستش. بنابراین این معنا رو باید در نظر داشته. به نظر من الان اگر خب ما خواهم بگیم که جنبش دانشجویی وجود داره یا نه، وجود داره، زنده به معنای وجود داشتن و جاری بودن، من موافقم. اما خب سطح فعالیت ها و همچنین اشکال گفتمانی خب با دوره‌های گذشته فرق کرده و همچنین اثرگذاری اجتماعی. برخی از اینها خارج از خواست خود جنبش دانه فعالان دانشجویی و به اصطلاح هست. این عوامل رو میشه دسته‌بندی کرد. یک که جایگاه دانشگاه با گذشته فرق کرده در جامعه ایران و همچنین جایگاه فعالیت‌های دانشجویی. مثلا در دهه 70 زمانی که به حال من فعالیت می‌کردم، البته من در اوایل دهه 80 هم یه حضور کمرنگی داشتم، در اون موقع حرف‌های انتقادی، حرف‌هایی که جنبه غیر رسمی داشت، صحبت‌های روشنفکران عمدتاً در دانشگاه‌ها بود. اما الان می‌بینیم خب شبکه‌های مجازی به هر صورت یک آلترناتیو و یک رقیب و یک به اصطلاح بستر جدی هستن که این مسائل طرح میشه و دیگه دانشگاه اون کارکرد انحصاری قبلیشو نداره یا فعالان دانشجویی برنامه‌هایی که برگزار می‌کردن. یکی تغییرات نسلی هست که این رو هم باید در نظر گرفت. یکم نکته من با خانم سپهریفر موافق هستم، خب اون مشکلات گذشته حداقل در دوره اول روحانی آثارش بود، ولی به نظر من تفاوت ها فراتر از اون هست. ما یک سری و حال نسل های جدید دانشجویی هم تفاوت هایی رو دارن، منتها خود همین ها هم البته در حال تغییرن. به نظر من مثلا جنبش دانشجویی یا فعالان دانشجویی کنونی در سالهای 90 و به اصطلاح 4 به بعد یه تغییر مشی قشن چشمگیری رو ما میبینیم با سالهای بین 88 تا 94، به خصوص سالهای 92 تا 94. تغییر مش چیه؟ چه تغییری کرده؟ ببینید مثلا ما همین فعالیت‌های جنبشی رو به معنای چکدهی تجمعات و به خصوص که حالا خیلی هم اهمیت ندادن به اینکه مجوز بگیرن یا نه، این تحرکات و فعالیت‌ها رو در سال‌های 90 حالا 88 تا 92 که خب به دلیل فشار سنگین امنیتی امکان پذیر نبود، ولی در همون سال‌های 92 تا 94 شاهد نبودیم، یا بیشتر امیدواری بود به همین روکر دولت محور، اصلاحات از بالا، حمایت‌هایی که از دولت روحانی می‌شد یا تقاضا برای کاندیداتوری سید محمد خاتمی. ولی ما از 94 تا به امروز این تفاوت رو به تدریج می‌بینیم. مثلا در سال 94 اتفاقا دانشگاه در حمایت از انتخاب مجدد حسن روحانی به طور نسبی در مقایسه با دیگر بخش‌های جامعه خیلی حضور کمرنگ‌تری داشت و بعد هم می‌بینیم که تنها گروهی بود که از در جریانات اجتماعی ایران به شکل آشکار از اعتراضات سراسری دیما حمایت کرد. بنابراین این تفاوت‌ها رو باید دید، ولی هنوز به تبع آن چیزی که جنبش دانشجویی نامیده می‌شود حضور داره، ولی این سطح فعالیت‌هاش در اندازه گذشته نیست. آقای اسدی زیدآبادی، بحثی که آقای افشاری مطرح میکنن در مورد اینکه فعالیت هایی که الان در دانشگاه میبینیم بعضا بیشتر صنفی است، مثلا بعد از این احکام طولانی دیدیم که در تبریز در جاهای مختلف به نوعی اعتراضات صنفی بود در مورد احکامی که برای دانشجویان صادر شده، نه اون نوع فعالیت سیاسی که به هر حال انتظار میرفت مثل میتینگ هایی که سابق بود و غیره. فکر میکنید آیا دلیلش تنها امنیتی است یا اونجور که آقای افشاری بهش اشاره کردن
الان فضاهای دیگه‌ای برای روشن کردن مواضع برای اظهار نظر پیش آمده که دیگه لازم نیست حتما برید در یک میتینگ دانشگاهی اینها رو مطرح بکنید؟ بله، ببینید صرفا واقعیتش اینه که مسئله امنیتی نیست. ما باید همین مسئله رو بپذیریم که امروز دیگه با توجه به این که مخالفین سیاسی، منتقدان، مثلا روشن فکرها از هر قسمی که باشن امکانات دیگه ای دارن، مثل شاید دهه 70 و 80 دانشگاه تریبون اونها نباشه، حتی احزاب سیاسی. به هر حال ما همیشه این نکته رو داشتیم که در واقع دانشجو نباید پیاده نظام جریانات سیاسی یا حتی جریانات فکری باشه. اما نکته دیگه هم هست. ببینید شاید نسل آقای افشاری و نسل ما وقتی که در عنوان جنبش دانشجویی و فعال دانشجویی وارد شدیم، یک مقدار مسائل رو خیلی کلان می‌دیدیم. مطالباتمون کلان بود. آزادی یک مطالبه کلان، دموکراسی یک مطالبه کلان، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، همه اینها خیلی کلان بود. یعنی شاید ظرفیتش برای تحمل یک فعال دانشجویی شدنی نبود و خیلی زود این در واقع فعال دانشجویی رو در مقابل کلیت حاکمیت قرار میداد. اما امروز اون چیزی که من از فعالیت دانشجویی برداشت میکنم و میشه در سایر جنبش‌های اجتماعی هم اینو دید و من خیلی میپسندم اینو، اینه که در واقع مقدار زیادی مطالبات دانشجویی مشخص و به یه معنا تخصصی شده. یعنی همین که شما میگید که اونها در واقع اگر از آزادی بیان صحبت کنن، طبیعتا آزادی بیان آکادمیک برای اونها مهمتره، به دلیل اینکه هر کسی یاد گرفته که اول باید جای خودش رو شروع بکنه به تغییر دادن، دموکرات کردن و بعد بره جلو. از این نظر این تخصصی شدن و این توجه به توان فعالین دانشجویی در واقع به نظر من یک بروزرسانی شده نسل جدید که من فکر کنم که خیلی، حالا اگر جای دیگری از صحبت بشه دربارش صحبت کرد، این نسلی که بعد از 88 تونسته چیزی که از انجمنها رو در واقع نابود شده بود این رو بازسازی بکنه، چیزی خودشون بهش میگن احیا بکنه انجمنهای اسلامی رو و برای اون هزینه های زیادی داده. شما ببینید همین الان خانم فرشته طوسی محکوم به حبس میشه برای اینکه در واقع کارش این بوده که گفتن شما اومدید یک چیزی رو که ما از بین برده بودیم احیا کردید انجمنهای اسلامی رو و سایرین حکم میگیرن در رابطه. بنابراین شاید نسل ما وقتی وارد دانشگاه میشد، نسل آقای افشاری، یک زمینه های حضور داشت، یک انجمن هایی بود، شما کافی بود وارد اون بشید و فعالیت بکنید. واقعیت اینه که دانشگاهی که بعد از 88 وارد شدن چیزی وجود نداشته، انجمن ها تعطیل شده بودن. یک سابقه حتی خدا مثل ما که مثلا یه نسل قبل‌ترشون بودیم زندان بودیم، امکان گفتگو نداشتیم باشیم، ولی اینا خودشون تونستن یک جریان جدیدی رو ایجاد بکنن. اینها نسلی هستند که علیرغم اینکه بهشون میگن شما مطالبات سیاسی ندارید، صرفا مطالبات فرد دارید، از قضا اومدن و یک کار بزرگی کردن و جنبش دانشجویی رو احیا کردن، تشکل ایجاد کردن. ولی من فکر کنم خیلی شاید بعضی موقع دقیق‌تر از نسل ما و با یک نوع تدبیر بیشتری عمل میکنن، ضمن اینکه آرمان خواهی خودشون رو دارن، ضمن اینکه ممکنه احساس نزدیکی بکنن با جریان اصلاحات و جریان دموکراسی‌هایی، ولی همین الان از مهمترین منتقدان اونها هستن و واقعا یک جریان پویایی هست که وقتی به تعداد تشکل‌هاش رو نگاه میکنید من فکر میکنم اینو به ما نشون میده. خانم سپهری، فعلا آقای اسدی دقیقا به همون موضوع اشاره کردن که شما در آغاز بحث هم گفتید، در واقع احیای نهادهایی که ظاهرا بعد از 88 به خاطر فشارهای امنیتی کاملا فعالیت‌هاشون متوقف شده بود. به نظر شما این اتفاقاتی که الان داره میفته در فضای دانشجویی آیا به نفع فضای سیاسی کل کشور است؟ این تغییر روشی که هر سه شما به نظر میاد که در مورد فعالیت دانشجویی حال حاضر کشور بهش اشاره میکنید، اینکه فعالیت دانشجوییش به شکل سابق ادامه نداره، جنبش دانشجویی به شکل سابق ادامه نداره، اما یک جنبشی هست که داره کاری رو میکنه که شاید نسل‌های قبلی اصلا نتونسته بودن انجام بدن، آیا به نظر شما این میتونه به فضای سیاسی حال حاضر کشور کمک بکنه؟ من فکر میکنم جنبش دانشجویی به عنوان اون چیزی که ما ازش میشناسیم و یاد میکنیم دو تا ویژگی بارز داره. یکی اینه که
به نظر من به خاطر ترکیب جمعیتیش خیلی آسیب پذیره در مقابل فشارهای امنیتی، نه به این معنا که فعالین دانشجویی ایستادگی کمتری از بقیه دارن، به این معنا که فعالین دانشجویی همیشه اولین، به نظر میرسه که اولین حلقه سرکوب هستند و هزینه های خیلی زیادی پرداخت میکنند. از فعالین دانشجویی که سال 88 زندانی شده بودن، آقای ضیاء نبوی چند ماهی هستش که از زندان آزاد شدن. طولانی ترین احکامی که در سال 88 صادر شد، که البته الان ما با یک کاتگوری دیگه ای از احکام مواجهیم با عملکرد جدید قوه قضاییه، متعلق به فعالین دانشجویی بود که با اسم و رسم خودشون و با مشی مشخص فعالیت میکردن. این فکر میکنم این هزینه ها که در واقع بازتاب آرمان خواهی دانشجو هم هست، خیلی آسیب پذیرشون میکنه. و من فکر میکنم جنبش دانشجویی یک ویژگی دیگه ای که داره اینه که توانایی این رو داره که نمایندگی بکنه خواست اکثریت جامعه رو، به خاطر ترکیب جمعیتیش، دوباره به خاطر اینکه دانشگاه ها فضایی هستن که از اقشار مختلف جامعه، از شهرهای مختلف، با عقبه سیاسی مختلف دور هم جمع میشن. درسته که تشکل ها محدودیت های ایجاد میکنن برای کسانی که میتونن نمایندگی بکنن، برای همین من فکر میکنم جنبش دانشجویی نگاه بهش و تحلیل فعالیتاش در واقع آینه ای از وضعیت سیاسی ایران هم هستش. و با توجه به من میخوام همینجا باز ازتون این رو بپرسم. آقای افشاری هم اشاره کردم به درستی که تشکل‌های دانشجویی جز معدود تشکل‌هایی بودن که در مورد اتفاقات دیما بیانیه صادر کردن و بیانیه به طور مشخص ابراز نگرانی که وضعیت کشور رو راهکار داد و خیلی دقیق موضوع رو پیگیری کرد. به نظر شما آیا این پتانسیل الان در فضای دانشجویی ایران وجود داره، یا بجز این بیانیه‌های گاه و بیگاه چیز خاصی دیگه از اونها نمیتونیم ببینیم به خاطر همین شکنندگی که شما بهش اشاره کردید؟ من فکر میکنم اون بیانیه و در واقع برخوردی که از دیماه داره با فعالین دانشجویی صورت میگیره به خوبی نماینده این هستش که جنبش دانشجویی و فعالین دانشجویی چه پتانسیلی میتونن داشته باشن. من فکر میکنم به خاطر اینکه میتونن در واقع پل ارتباطی باشن بین جامعه و نبض جامعه رو دستشون باشه و اتفاقا نهادهای مسئول، یعنی در صورتی که مسئولین به خصوص دولت اگر تدبیرشون بر مدیریت فضا و اجازه بروز مطالبات مشروع بود، اتفاقا باید از اون تشکل حمایت میشد، برای اینکه جنبش دانشجویی نبض جامعه بیشتر ممکن است فعالین سیاسی دستش باشه. ولی متاسفانه فکر میکنم عمل کردی که به گفته نماینده مجلس آقای صادقی اتفاقا از وزارت اطلاعات نشأت میگیره، نشون میده که هنوز این احساس خطر وجود داره که اگر جنبش دانشجویی در واقع نبض اتفاقات رو به دست بگیره، ممکنه بتونه افراد بیشتری رو با خودش همراه بکنه. من فکر میکنم جنبش دانشجویی هنوز این نقش رو داره و میتونه عمل بکنه و به همین دلیله که در واقع همیشه اولین حلقه سرکوب ما. به درستی میدونیم که دانشجویان نقشی در ایجاد اعتراضات دیماه نداشتند، اما قبل از اینکه آسیب شناسی بشه، به خواسته های این قشر رسیدگی بشه، یا اساسا تدبیری برای پاسخ دادن به مطالباتی که مطرح شده اندیشیده بشه، اولین نسخه ای که رونمایی شده برخورد با فعالینیه که سعی کردن موضع بگیرن، سعی کردن بی تفاوت نباشن. بله. و بله، آقای افشاری، آقای اسدی زیدآبادی اشاره کردن به این موضوع که به هر حال بسیاری از فعالان دانشجویی در بخش طیف اصلاح طلبی حکومت ایران قرار می گیرن. آیا فکر نمی کنید که همین پاشنه آشیل اونها شد؟ چرا جنبش دانشجویی در ایران نتونست خودش رو فراتر از فضای سیاسی داخل ایران قرار بده و مجبور شد وامدار یکی از دو جناح بشه به نوعی؟ گرچه که الان همونطور که شما اشاره کردید ممکن هست که انتقاداتی به کل سیاست‌های هر دو گروه داشته باشه، ولی در آغاز و هنوز هم خیلی ها فکر میکنن که جنبش دانشجویی وامدار اصلاحات در ایران هست. نه، من با این ارزیابی کاملا مخالفم. ببینید، البته جنبش دانشجویی داخل خودش تنوع گسترده‌ای داره. بازم میگم واژه جنبش اگر بخواد دربرندارنده همه فعالیت‌های دانشجویی باشه، خب بخشی از این تشکل‌های دانشجویی موجود هم خب
تشکل‌های با گرایش اصولگرایی هستن، بسیج دانشجویی هست. بنابراین معنی عامو کنار بذاریم، معنای خاص اونو در نظر بگیریم. نیروهایی که اومدن و با توجه به اینکه در جامعه ایران یک نظام سیاسی اقتدارگرا حاکم هست، برای رسیدن به توسعه سیاسی، برای رسیدن به دموکراسی، فعالیت‌های سیاسی بیرون از دانشگاه رو مبنای فعالیت خودشون قرار دادن. این حالت هم در پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب بوده، در هر دوره‌ای تفاوت کرده. ببینید اتفاقا میخوام بگم که در دهه 70 هم این تشکل‌ها نبودن، بخشی از اینها ساخته شدن، به خصوص گسترش تشکیلاتیشون و شکل جدید فعالیتشون. خب بخشی از فعالان دانشجوی، گروه‌های دانشجوی در داخل خود تحکیم، خب گروه‌هایی بودن، اینا وابسته نبودن، معتقد بودن باید با اصلاح طلب‌ها کار بکنن یا وحدت راهبردی داشته باشن. اما جریان مستقل که به حال بخش اکثریت جنبش دانشجو رو تشکیل میداد، حضور داشته و نه تنها وامدار اصلاحات نبوده، بلکه برعکس بوده. ببینید آقای خاتمی خودش بارها و بارها گفته، من به عنوان کسی که در بطن فعالیت بودم خدمت شما عرض میکنم که برعکس، این اصلاحات بود که مدیون و وامدار جنبش دانشجویی بود و کاملا قضیه برعکس بود. بعد از اون هم ببینید در یک دوره‌های خب مصلحت‌های سیاسی کشور بود، خب معمولا جنبش دانشجویان برای اینکه اثرگذار بشه با گروه‌های سیاسی بیرون پیوند می‌خوره، حال فعالیت‌های یک مقاطعی حمایت‌های مشروط شده، مقاطعی مخالفت‌های جدی شده و الان هم کما بیش همینطور هست. حالا در اوایل دوران روحانی خب یک سهمگیری‌هایی بود و این توضیح رو هم بدم که هیچ کدوم از اون تشکل‌های پیش از دوران روحانی احیا نشدن. احیا منظور احیا دفعه تحکیم وحدت بود که رخ نداد. تشکل‌های جدیدی شکل گرفتن تو این فضا که خب اینا هم آسیب پذیر هستن، بخشی از اونها رو دوباره با محدودیت‌های مواجه شدن و مجموعه فعلی هم من فکر نمی‌کنم اینها به معنای قطعا وابسته که نیستن. بخشی از اونها نگاه مثبتی حالا به اصلاح طلبی دارن، بخشی منتقدن و بخشی مخالفن. ببینید شعار اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا دانشگاه تهران اومد بیرون. جنبش دانشجویی فقط بیانیه برای اعتراض دیماه نداد، حداقل در سطح شهرستان داره شرکت کرد. این کسانی که امروز به احکام حبس طولانی محکوم شدن به خاطر اون نوع حضورشون هست، همراهیشون هست و دوباره یک به اصطلاح تمایلی به گسترش فعالیت‌های جنبشی در داخل دانشگاه هاست. این جنبشی به معنای دقیقا همین که به دنبال این هستش که یک تغییرات ساختاری در ایران به وجود بیاد و هم وقتی هم که یک نظام حزبی درست به وجود بیاد، دموکراسی حاکم بشه، خب طبیعی هست که نیاز به این نوع فعالیت‌های دانشجویی و سیاسی دانشجویان هم نیست. اصلا مسئله تخصص و غیر تخصص نیست، همیشه آزادی‌های آکادمیک برای جنبش دانشجویی مهم بوده، منتها اون خصلت سیاسیش برای یک دفاع از حقوق ملت بوده، دو در فضایی که به اصطلاح مقاومت در برابر خودکامگی و در شکاف بین دموکراسی و استبداد کمک کردن برای اینکه مسیر گذار به دموکراسی تسهیل بشه. خود جنبش دانشجویی به تنهایی نمیتونسته این بار رو به دوش بکشه. بله. الان هم در سال 97 ما میبینیم دوباره این فعالیت‌ها خب به اصطلاح یک شکل رو پیدا کرده، در سطح گذشته نیست. به اصطلاح به نظر منم اون انتظار رو نباید داشت، ولی کماکان نیاز به این فعال شدن خصلت سیاسی جنبش دانشجویی وجود داره و به این سمت هم عده‌ای دارن حرکت میکنن و خب تاوانش هم با همین احکام حبس سنگین دادن. یعنی دقیقا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هم نگران همین مسئله هستش و فقط هم مطالبات صنفی نیست، دفاع از همکلاسی خودشون کردن ولی حرفای سیاسی دارن میزنن. اتفاقا این اتفاقات وقتمون خیلی محدود است، من نظر خانم سپهری‌فرم بپرسم. متاسفانه ارتباط ما با تهران و آقای اسدی زیدآبادی قطع شد، ولی خانم سپهری‌فرم من میخوام در مجموع شما به ما بگید با این توصیفاتی که حالا به نظر میاد که آقای افشاری و شما هر دو از فضای سیاسی دانشجویی در کشور میکنید، تاثیر این روی فضای سیاسی عمدتر در کشور چه خواهد بود؟ اینکه دانشجویان به هر حال الان به نوعی این فعالیت ها رو حالا هر چند ضعیف دارن انجام میدن، این آیا دیده میشه از طرف نهادهای سیاسی؟ ما الان برای احزاب هم میبینیم که چندان فعالیتی ندارن، آیا میشه گفت که این فعالیت‌های دانشجویی داره میره به اون سمت که احزاب رو هم بتونه احیا بکنه؟ من همونطور که اشاره کردم فکر میکنم
فضای فعالان دانشجویی بخشی از فضای مجموعه فضایی که برای فعالیت سیاسی وجود داره و بخشی از در واقع فضای گسترده تر فضایی که در واقع بین فضای جامعه مدنی و فضای احزاب سیاسیه. و اگر اکنون بضاعتش کمه، اگر صداش اونقدر بلند شنیده نمیشه، در واقع نسبت مستقیمی داره با فضایی که ما توی جامعه و میزان امیدی که و میزان فضایی که در واقع برای فعالیت وجود داره ما شاهدش هستیم. من فکر نمی کنم که قدرت جنبش دانشجویی در این حد باشه که بتونه روی احزاب تاثیر بذاره، اما فکر میکنم همین فعالیت‌های کوچیکی که انجام داره میشه، همین نامه‌ها، همین در واقع گفتگویی که به وجود میاره، میتونه نیروی محرکه‌ای باشه که افرادی رو که دغدغه در واقع امتر کردن فضا برای فعالیت دارن وادار بکنه به اینکه واکنش هایی نشون بدن. من فکر میکنم نمونش اقدامات خیلی محدودیه که یه سری از نمایندگان مجلس دارن انجام میدن برای این حمایت، به هیچ وجه کافی نیست. من فکر میکنم که باید بیشتر باشه، ولی فکر میکنم جنبش دانشجویی هنوز توان این رو داره که این حرکت رو حداقل به صورت محدود ایجاد بکنه و از افراد بخواد واکنش نشون بدن به مسائل. ممنونم از شما خانم سپریفا، آقای افشاری و عذرخواهی میکنم از آقای اسدی زیدآبادی در تهران که ارتباطمون باشون قطع شد. این بود صفحه دوی این هفته برنامه و برنامه های هفته های گذشته صفحه دو در وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس شماست و همینطور میتونید برنامه رو در فیسبوک هم ببینید، facebook.com/bbcpage2. میتونید نظراتتون رو در فیسبوک برای ما بنویسید، همینطور اگر به نشانه توییتری ما برید @bbcpage2 لینک یوتیوب و همینطور پادکست ما هم اونجا آپلود میشه. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش. We'll be right back.